و خبری از انتصاب تاریخی یک زن به ریاست سرویس مخفی آمریکا. برای اولین بار در تاریخ 148 سالی فعالیت سازمان سرویس مخفی آمریکا، باراک اوباما یک زن را به ریاست این سازمان برگزید. به گزارش CNN، رئیس جمهوری آمریکا جولیا پیرسون، زن 53 ساله‌ای را که طی چند سال اخیر با سمت ریاست امور کارکنان سرویس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، به ریاست این سرویس برگزیده است. و این در حالی است که عمده وظیفه نهاد موسوم به سرویس مخفی آمریکا حفاظت از جان رؤسای جمهوری آمریکا و خانواده آنها و نیز انجام تحقیقات جنایی است. بنابر این گزارش، جولیا پیرسون که با انتصاب به سمت تازه خود خبرساز شده، 30 سال پیش کار خود را به عنوان مأمور مخفی در میامی فلوریدا آغاز کرد و در حال حاضر افسر ارشد سرویس مخفی آمریکا است. یادآور می‌شود سرویس مخفی آمریکا در پی جنجالی که سال گذشته برپا شد، از سوی بسیاری مورد قضاوت منفی قرار گرفته و بدنام شده است، چرا که در آوریل سال گذشته طی سفر آقای اوباما به کولومبیا 13 مأمور و افسر سرویس مخفی بر سر مسئله‌ای در خصوص فاحشه‌هایی که به اتاق هتل خود آورده بودند با یکدیگر درگیر شدند و این رویداد خبرساز سفر باراک اوباما به کولومبیا را تحت شعاع خود قرار داد. و خبری از پرواز بمب‌افکن‌های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره. علی‌رغم هشدارهای کره شمالی نسبت به وقوع جنگ اتمی، آمریکا روز پنجشنبه 28 مارس اعلام کرد دو فروند بمب‌افکن رادارگریز بی‌2، این بی‌2 این کشور که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، در جریان عملیات بازدارنده بر فراز کره جنوبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این دو فروند بمب‌افکن بی‌2 که از پایگاه هوایی وایتمن در میسوری برخاستند، در مجموع مسافتی حدود 13000 مایل برابر با 20800 کیلومتر را پیمودند و در راستای اجرای مأموریت خود اهداف فرضی در کره جنوبی را آماج بمب‌های غیرواقعی خود قرار دادند. بنابر این گزارش، ارتش آمریکا تایید کرده است که این عملیات توانایی ایالات متحده را در انجام حملات دقیق و سریع به اهدافی که در مسافت‌های دور قرار دارند نشان می‌دهد. گفتنی است بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا در عملیات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شرکت داشتند و این همون عملیاتی است که خشم و تهدیدات کره شمالی را در پی داشته و باعث شده است که این کشور در هفته‌های اخیر بارها نسبت به وقوع جنگ در شبه جزیره کره هشدار داده و به واحدهای نظامی خود که پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار گرفتند قرار داده اند اعلام آماده باش کامل بدهد. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می‌کنم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع نظرتان می‌رسد. راجع به آب درمانی حتما همتون شنیدین، یکی از مؤثرترین روش‌های درمانی هستش و واقعا برکت‌های درست میشه جلوگیری کرد از خیلی از مشکلات و میشه خیلی از دردهایی که امروز دارید و باش برطرف کردش، ولی طریقه صحیحش بسیار مهم هستش. با دکتر کایروپراکتر خودتون صحبت بکنین و ببینین آیا شما کاندیدای آب درمانی هستین و اگر هستین چه کارهایی انجام بدین که بهترین نتیجه ممکنه رو بگیرید.